الان اون انگشتر رو دستت کن به جمم زنگ بزن، همین الان. زنگ نمیزنم، انگشترم دادم به خودش، دیگه هم دستم نمی کنم. اینا میخوان منو سکته بدم. نجلا منو ببین، واسه یه من شر درست نکن. بابا تو به زور پایین نگه داشتم، بهت گفتم زنگ بزن، زود باش. نمیخوام، نمیخوام. زورکیه؟ چرا نمیخوای؟ خب بگو ما هم بدونیم. باید از همه چی سر در بیاریم؟ به شما چه؟ دخترم تو خودت خواستی نامزد کنی، حالا چرا اینطوری میکنی؟ آره کسی که زورت نکرد، خودت خواستی. خب الانم منصرف شدم. ببین میگیرم میزنم تا. بزن، چیکار کنم؟ بزن، دوباره بزن. دوباره؟ ببر صدا تو، اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی زبونتو میبارم. دادو بیداد نکنین، الان بابا میاد بالا. فردا باهات حرف دارم، فردا. یالا شما هم بریم بیرون، تنها بمونه یکم فکر کنه. درست فکر کن، وگرنه میکشمت، فهمیدی؟ نگران نباشین، اون دختر عاقلیه، اشتباه نمیکنه. آره بابا، آدم باید خیلی احمق باشه که یکی مثل جمو بذاره کنار. احمق خودتی. وا، دست از سرم بردارین، ولم کنین، تنهام بذارین. این دیوونه شده. بریم بیرون دیگه، بریم. نجلا عزیزم، بهتون میگم برید، برید. بای دخترم بیا بریم، یه وقت باباتون نیاد بالا، بیا فرخونده، بیا تو هم بریم. در رو قفل کرد. بذار امشب به حال خودش باشه، فردا حسابشو میرسن. چرا یه دفعه نسبت به جم سرد شد؟ نکنه پای کس دیگه ای در میونه؟ تو هم همینجوری یه چیزی بلغور نکن، وگرنه حسامو سر تو خالی میکنم. حرف دهنتو بفهم. را بیفتیم بریم. خوش اومدین. براتون غذا آماده کنم؟ ممنون، خوردم. جم اومده؟ رفت تو اتاقش. برای چی نیومد پیش ما؟ الان لباسش عوض میکنه و میاد. چشم ناز زودتر براش غذا رو آماده کن تا بیاد. پرسیدم، غذا خورده بود. مادر زنش حسابی سیرش کرده. آره دیگه، رفته بوده خونه نجله اینا. جم؟ بذار یکم سر به سرش بذارم. جم، بزمجه داماد شده، ما رو تحویل نمیگیره. به بچه‌م نگو بزمجه. اقلن بیا دو دقیقه ببینمش. جم، بذار من الان صداش میکنم. سلام مامان، چطوری؟ من خوبم، تو؟ منم خوبم. جم چی شده؟ هیچی نشده مامان، خواهش میکنم. به نجلا مربوطه؟ مامان خواهش میکنم، ولش کن. باشه، معذرت میخوام. مامان جم، منظورم این نبود. باشه عزیزم، باشه. خواستی حرف بزنی، ما پایین. ممنونم. نمیاد؟
صبری ما بریم پایین. چی شده؟ احتمالاً با نجلا حرفش شده. خیلی بی‌حوصله بود. جلال خالق. نجلا خانم هنوز درو باز نکرده. حقم نداریم چیزی بهش بگیم. گیر ندین دیگه. هر مسئله یه خودشون حل میکنن. پس من کجا بخوابم؟ خب دخترم تو این اتاق برات جا میندازم. مامان اونجا تختش خرابه، تا صبح چوباش میره تو تن آدم. تو از کجا میدونی؟ نکنه هر از گاهی از اتاقت بیرونت میکنن؟ نه، یه شب خوابم برده بود اونجا، بعد من بیدرش کردم بردمش تو تخت. مگه نه عزیزم؟ بعد از اونم دیگه تا صبح بیخوابی زد به سرمون. یادت شو کرد؟ دیر وقت، من میرم بخوابم. منم میام. شب بخیر. شب بخیر. خوب بخوابی. شب بخیر. دختر اصلا حیا نداره. پناه بر خدا. پس پاشو تختو آماده کنیم. از اتاق شما بالش و ملافه بیارم. سب کن قربونت برم، نرو تو اون اتاق. بابات هنوز نخوابیده. چه بهتر. بذار خوابش سنگین بشه، بعد من آروم میرم میارم. دخترم اگه الان برم میخواد یه بند درباره نجلا ازم سوال کنه. به خود حوصله ندارم با اونم سر کله بزنم. به خاطر من دخترم. حالا ببینا چه گیری افتادم. خب برو تو اتاق خواهرت بخواب. اصلا میخوای بیام وسط شما بخوابم؟ آه چه فکر خوبی. آه بیا بیا بیا. مامان من شوخی کردم. بهت میگم بیا دیگه بیا. مامان آخی خدا. اومدیم. چی شده؟ قراره بغلی شما بخوابم. لیلا میخواست پیش خواهرش بخوابه. دوتا خواهر خوب میخوان حرف بزنن دیگه. گفتم اونا راحت باشن، این نمیذاره آخه. بابا جون برام قصه تعریف میکنی؟ خواهش میکنم بابا جون. صبر کن عایشه جون. نکنه نجلا نذاشته لیلا بره تو اتاق؟ هنوز درو باز نکرده؟ اون موضوع که حل شد و رفت. چند ساعته داره با جم تلفنی حرف میزنه. لیلا واسه همین خواست تنهاشون بذاره. آره. با جم آشتی کردن؟ دیدین من گفتم قهرن؟ نه دخترم نه عزیزم، قهر یعنی چی؟ بایدید باش تعریف کن دیگه. باشه. خوبی؟ گریه نکن. ترکم کرد آبجی، ترکم کرد. هیچ وقت دوستم نداشت. پشیمون بود از اینکه با نجلا به هم زده. جیدا میدا همه علکی بود. باز هنوز به نجلا فکر میکنه. دیدی که اومد نام زدی، نتونست بیاد تو. نمیتونه نجلا رو کنار جم ببینه. فراموشش نکرده. میخوای از اوز جدا بشی؟ دیوونه شدی؟ به نظرت میذارم نجلا بیاد جای منو بگیره؟ من می جنگم. به روی نجلا نمیارم که دعوامون نشه. اما معلومه که اونم داره از من یه چیزایی رو مخفی میکنه. دیدی وقتی فهمید بینمون شکر رو به انگشتر جمو بهش داد؟ اما من پا پس نمیکشم. از شوهر من ازش جدا نمیشم. میدون خالی نمیکنم. برای زندگی می جنگم.
این کارا نکن نجلا، الکی خودتو فدای دیگران نکن. تا امروز به کسی التماس نکردم، اما به تو التماس میکنم. من دوستت دارم، بیا از اینجا بریم، همه چیزو همه کسو پشت سر بذاریم و فرار کنیم. اگه تو بخوای همین الان حاضرم. نجلا به لیلا حسادت میکنه. چرند نگو بابا. جمن فقط برای اینکه با خواهرش رقابت کنه پیدا کرد، باور کن. زشته فرخونده، خیلی زشته. اون روزی رو که پالتوی قدیمیشو داد به نجلا یادته؟ همون روزی که از ماه عسل برگشته بودن، یه جوری پالتو رو پرت کرد تو صورتش. نگاه نجلا رو یادم نمیره. داری بزرگش میکنه، اونا همیشه لباسای همدیگه رو میپوشن. شوکت دیگه اونا دختر بچه نیستن، الان دوتا خانم جوونن. لیلا زندگی راحتی داره، هرچی بخواد میتونه داشته باشه. نجلا حسادت میکنه، عقده داره. در واقع دوتاشون دارن، منم درکشون میکنم. پس میخواستی بحث رو برسونی اینجا؟ تو هم میخوای راحت زندگی کنی، یه خونه برای خودت داشته باشی، باید هرچی میخوای داشته باشی. مگه نه فرخونده؟ شب بخیر. نمیخوام بحثو به خودمون بکشم، اما جدی دارم میگم، شاید نجلا تو شرایط بدیه. اینو رو از کجا در میاری؟ همینطوری. ببین فرخونده، اگه چیزی میدونی بگو، انقدر حرفو نپیچون. چیزی نمیدونم، اما اینا ازدواج نمیکنن. ببین کی گفتم، نجلا جمو دوست نداره. من اینطوری حس میکنم، میدونی که حسای من قویه، دوستش نداره، حقم داره. جم پسر خیلی خوشگه، سپرایز کردن بلد نیست، عصا قورت داده، همه چیش برنامه ریزی شده است. نه هیجانی نه شوری، اصلا شبیه عوض نیست. چه ربطی به عوض داره؟ یعنی میگم از این لحاظ لیلا شانس آورده، برای مقایسه میگم. باشه عزیزم، تو خوبی، بگی بخواب، شب بخواب. Thank you.
چیه؟ چی شده؟ ای خدا، وای از دست تو. من نکردم، بهت نگفتم انقدر نوشابه نخور. وای تختم هم نجس. خیلی خوب دیگه باسه. پاشو مستقیم برو همون. وای به تو شکم رسیده، برام کار درست کرد. ای خدا عزیزم، متوجه نشدی؟ کاش بیدارمونی میکردی. خب دیدم، رفتم دریا. آه فهمیدم. مامان انشالا دیگه شده. نه خندالی رضا، صف ببرش عمو، برو ببینم. بدو. ای خدا، وای منم خیس شدم. خدا خیرت بده بچه. فکرت؟ مامان صدات میکنه. باشه. چرا تو آشپزخونه خوردی؟ زود بیدار شدم، گرسنه‌ام بود، نتونستم منتظر بمونم، اما میز آماده کردم. فکرت چرا چایی رو نیوردی سر میز؟ آه مرسی عشقم. فکرت دارم میام. در بیار همش رو، در بیار. بسته دیگه، گریه نکن، گریه نکن. صبح بخیر. صبح بخیر. چطوری عزیزم؟ خوبم. نجلا همه چی رو به راهه؟ آیشه تو تخت مامان اینا جیش کرده. آیشه تو تخت اونا چی کار میکرد؟ آخه من دیشب نتونستم برم تو اتاقم، نجلا رام نداد تو اتاق، رو تخت آیشه خوابیدم، مامانم اونو برد پیش خودش. نمیدونی بالا چه قیامتی. طفلکی خیلی خجالت میکشه، اصلا عادت نداشت. آیشه که اومد پایین، به روی خودتون نیارین، چیزی نگیم. از دست تو چرا بگیم؟ من دیگه پاشم برم یه سر خونه، نتونستم اینجا دوش بگیرم، برم لباسامو عوض کنم. اوز امشب برمیگرده؟ گفتم که تا آخر هفته کار داره، شب دوباره میام. داداش پول خورد داری به هم بدی؟ چقدر میخوای؟ پول خورد دیگه، پنجای صدی. همینقدر دارم، از خونه میارم تا شب بهت میدم. 20 بهت میدم، اینم بمونه برای من. میبینی که ما هنوز وضعمون مثل قبله. خب خدافظ، شب میبینمتون. من دارم میرم، شما بهشون بگی. به خدا عمدن میکنه، برای اینکه ما رو خورد کنه کلاس بذاره میکنه. لوس نیست که قبل ازدواج هر روز 50 تا 100 تا خرج میکرد؟ باشه فرخونده، کشش نده. نوشه جان بیا ما هم بریم. داداش من امروز نمیرم دانشگاه، کلاس ندارم، میخوام تو خونه درس بخونم. باش عزیزم، به کارت برس. واسه اینکه با جم روبرو نشه دانشگاه هم نمیره. برو دیگه فکرت، اینو بگیرش، منم برم یه دوش بگیرم. بیا عزیزم، بیا بریم زود آمادت کنم دیرت نشه. خودم آماده میشم. باشه، کمک خواستی صدام کن. گفتم که خودم میتونم. آبجی برو کنار. چرا با من اینطوری رفتار میکنی؟ دلیلشو میپرسی؟ برو، داری با همه بازی میکنی، با شوهر خواهرت لاس میزنی، الانم که انگشتر رو پس دادی خجالت نمیکشه ها؟ چطوری تو صورت خواهرت نگاه میکنی؟ یواش آبجی، تو رو خدا آروم باش. به زور پسره رو راضی کردی، چون پول دار بود قرش زدی. دیوونه، به لیلا حسادت کردی مگه نه؟ احمقی، احمق. خواهش میکنم آبجی، آروم باش. تو فکر میکنی کسی هستی ها؟ آبجی جو دهنتو ببند. فکرت چی شده؟ گفتم چی شده؟ این چیزی نیست بابایی.
فکرت چرا با خواهرت اینطوری حرف میزنی؟ دارم ازت سوال میکنم، چی شده؟ چرا حاضر نشدی دخترم؟ خواهرت کجاست؟ فکرت؟ تو خواهر بزرگتری، زشت این کارا. برو عزیزم، برو پایین. اصلا به تو میاد؟ علی رضا؟ یه جوری داد و بیداد میکنه که انگار با دشمنش حرف میزنه. فکرت مهربونی که میشناختم رفته یه فکرت بد اخلاق جاش اومده. دوباره چی گفتی فکرت؟ مراقب زبونت باش دختر. چی از جون خواهرت میخوای؟ بس دیگه، بس. فکرت بی ادب. برای چی خواهرتو عصبانی کردی؟ من کاریش نکردم، از اتاقتو مرتب کن شروع شد و یه دفعه قاطی کرد. از بس که تو خونه مونده اعصابش خرد شده علی رضا، فقط به خاطر همین. دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه نمیتونم. دیگه تو این خونه دعوا مرافع نمیخوام، همه حواسشون باشه، آرامش میخوام، آرامش. چی شده؟ شش، بریم بریم. بفرم. ممنون. صدف، صبح بخیر. صبح بخیر. ببخشید. بفرمایید. ما قهریم ها؟ نه، اما صورتت یه چیز دیگه میگه. صورتم چی میگه؟ کجا میری؟ میری آژانس؟ دارم میرم کلاس، کلاس طراحی میرم. جدی؟ خیلی خوشحال شدم، فکر میکردم معروف که بشی عوض میشی، اما اشتباه میکردم. نه، فقط رفتارت با من عوض شده شوکت. من به اندازه کافی ناراحتی کشیدم، نمیخوام بیشتر از این عذاب بکشم. حق با توه، اما دلمون برای تنگ میشه صدف، دلم برای دوستی تنگ میشه. خب منم نمیخواستم اینطوری بشه، اما کاریش نمیشه کرد. تو هم یه نگاهی به اینا بنداز. بده ببینم. خدا لعنتت کنه، خدا ازت نگذره. تا چند دقیقه دیگه برای امضای قرارداد از محضر میان. چه خوب. کم و کسری که نیست. نه، همه چی درسته.
کی میری؟ تا یه هفته دیگه. گفتم برات خونه بگیرن که راحت باشی. حواسمون بهت هست، نگران نباش. ممنون داداش. اوضاع با لیلا چطوره؟ مثل قبل. یعنی هنوزم میخوای تنها بری؟ آره، تا موقع رفتنم نمیخوام بهش بگم. فهمیدم، خودت میدونی. این اوضاع که تأثیری روی کار کردنت نمیذاره. اصلا نگران نباش داداش، با عزم بیشتری کار میکنم. بهت ایمان دارم. بفرمید. دلم برات تنگ شده. کجایی؟ شرکتم. تو پاسپورت نداری نه؟ نه. نجلا فوری کاراشو انجام بده. عکس مکس داری؟ باید بندازم. خیلی راحته، اگه فردا زود بری پس فردا بهت میدن. اگه نمیترسیدم که گیر بیافتیم خودم میبردم. نمیخوام، خودم میرم. باشه عشقم. دخترم داری چی کار میکنی؟ ایچی، دارم درس میخونم. از جم خبری نیست؟ مامان ببین منو، همین الان بهش زنگ بزن بگو بیاد. بشین مثل بچه آدم باهاش حرف بزن، انقدرم اذیتم نکن. خیلی خوب. آبجی هنوز تو اتاقشه؟ تو رو خدا به هم نپرینا. باشه. داری به کی زنگ میزنی علیرضا؟ قبل از اینکه کامپیوتر خراب بشه با اینترنت یه درخواست کار فرستاده بودم. الان نگاه کردم دیدم جوابش اومده. گفتن برم مصاحبه. ایشالله که خیره. الو، سلام قربان، علیرضا تکین هستم. برای آگهیتون زنگ زدم. باشه. داره وصل میکنه به مسئولش. الو، روزتون بخیر، علیرضا تکین هستم. برای آگهیتون ثبت نام کرده بودم. فرمودین بیام برای مصاحبه. برای قرار ملاقات زنگ زدم. جدن؟ باشه، متوجه شدم. روزتون بخیر. چی شد؟ دیروز به من وقت داده بودن، منم که نرفتم کارو دادن به یکی دیگه. ای بابا، حالا وقت کامپیوتر خراب شدن بود؟ قسمت نبوده، یه کار دیگه پیدا میکنم. آره دیگه، بیا بشین. چی شده؟ هیچی، پاک قاطی کردم. سر هرچی اشکم در میاد. حالا هم فکرم همش مونده پیش تحسین اینا. قصه دارم کردن، قصه میخورم. امروز میرم جواب آزمایش ها رو بگیرم. انشالله که خبر بدی نباشه، با امید خدا. بگذاریم. تو چطوری؟ بذار قهوه درست کنم. بشین خواهش میکنم، نمیخوام. ای، تو هم گریه کردی؟ چی شده فکرت؟ دیگه نمیتونم تحمل کنم آبجی نگم، نمیتونم. چی شده؟ فکرت جون، چی شده عزیزم؟ از همه خانواده هم متنفرم، از همه شو. آقای اوز تشریف دارن؟ بهشون بگم؟ نه، لازم نیست. بیا تو. سورپرایز. مطمئن بودم که ادیرنه نیستی. خوش اومدم. برای چی اومدی؟ اومدم بپرسم چه خبره؟ خیلی وقت ندیدمت. چی میخوای؟ با لیلا خوب پیش نمیره نه؟ به تو چه؟ اما با نجلا ماشالله خوب پیش میرین. با یه بوسه کل خونه از پایه ویرون شد. نگران نباش، هنوز لیلا نمیدونه. فقط اون نمیدونه و علیرضا خان. زیادی منو نادیده گرفتی اوز.
سر قولت وای نیستدی؟ دارم از بانک میام. این ماه حقوقم پرداخت نشده. چی شده؟ نکنه یادت رفته؟ یادم نرفته، مخصوصا نریختم. عجب. فرخونده، دیگه تهدیدات این خیالم نیست. برام مهم نیستی دیگه. بعد از این نمیتونی تیغم بزنی. یعنی نمیترسی برم حرف بزنم، همه چیزو بدونم؟ آره؟ تمام تله هایی که گذاشته بودی رو خونسا کردم، حالا قوی ترم شدم، میخم و محکم تر کوبیدم. دیگه نمیتونی به هم ضرری برسونی. یعنی میگی تو همینجا دیگه؟ متاسفم. منم؟ به سلامت فرخوند. بیا تو. فرخونده، کی اومدی؟ حالتون چطوره؟ خوبم. بیا بیا بشین. خیر باشه. یمان خان، اومدم با هاتون حرف بزنم. خیلی وقت حساب وجدان دارم. آخرش تصمیم گرفتم بیام همه چیزو بهتون بگم. شرایط تو هم سخته. تو کی میخوای دندون رو جگر بذاری؟ اما صبر کن عزیزم، همه چی درست میشه. نمیدونی آبجی نگیر، گفتنش سخته، نمیتونم بگم. چه دیگه درست نمیشه. تو این خونه گیر کردم. فرخونده همیشه میگفت این خونه جهنمه، هرچند که برای منم الان جهنمه. اینطوری نگو، اینطوری نگو. اصلا نمیخوام کسی رو ببینم، اما جایی ندارم که برم. اینجا که هست، ما که هستیم. میخوام بدون این که به پشت سرم نگاه کنم فرار کنم. میگفتی تحسین برای اینکه یه نفر مراقب بچه هاش باشه میخواد ازدواج کنه. آبجی نگر، من بهش بگو من باهاش ازدواج میکنم. آقا عزیزم، مگه میشه؟ ای بابا، ندیده و نشناخته. خب تحسین خیلی مرد خوبیه، اما نه نه، پدر و مادرت اصلا راضی نمیشن. کی گفته من نظر اونا رو خواستم؟ با تو حالت خوب نیستا؟ اونا تو شرایطی نیستن که بخوان برام تصمیم بگیرن. اصلا برای کسی مهم نیستم، رفتنم اصلا براشون اهمیتی نداره. فکرت عزیزم. ببین، داری اشتباه میکنی دخترم. معلومه تو رو خیلی ناراحت کردن، اما نمیشه، اینجوری درست نیست. خوشبخت نمیشی. به نظرت الان خوشبختم؟ بازم اینجا خونه پدرته. همچین کاری با عجله درست نیست دخترم، اونم نشناخته. تمام کسایی که میشناختم آزارم دادن. مامانم، برادر خواهرام، بابا. ببین، الان داری اینجوری میگی، اما فکرت اگه بعدش پشیمون بشی اون وقت چی میشه؟ واسه تو هم بد میشه، به خدا واسه اونام بد میشه.
آسون نیست. سه تا بچه قد و نیم قدن با یه مرد قصه‌دار و تنها. همه‌شون غمگینن، همه‌شون داغ دیدن. عزیزم، همه‌شون چشم امیدشون به تو میشه. همچین مسئولیتی رو میتونی قبول کنی؟ نمیتونی. تو اگه بدونی من چیا کشیدم. آخه چی شده دخترم؟ چی کار کردن که تو رو اینقدر رنجوندن؟ فکرت جون، نریز تو خودت دخترم، نریز. وای ببین منم ناراحت کردی. فرار راهش نیست. تو هر جا هم که بری خودتم با خودت میبری. میدونم، جهنمم با خودم میبرم. این حرفاتو میتونی ثابت کنی؟ خب الان هیچ سند و مدرکی ندارم که بهتون نشون بدم، اما اگه خودتون حسابا رو یه بررسی کنین متوجه میشین که حرفام درسته یا نه. باز چطوری یه دفعه اینقدر پول دار شد؟ کاملا مشخصه که فقط با حقوقی که شما بهش دادین نبوده. یعنی از من کش میره؟ مطمئنم. لطفا پیگیری کنین. تا امروز گفتم شوهر لیلاست، فرخنده، هیچی نگو. بالاخره یمان خان خودش میفهمه. اما اینقدر آدم خوبی هستین که متوجه نشدین. دیگه طاقت ندارم که ازتون اینجوری سوء استفاده کنه. لطفاً حسابا رو بررسی کنین. بررسی میکنم. دیگه وقتشه جلوی این آدمو بگیرین. زنش هم خیلی اذیت کرده. رابطه‌شون داغونه. میدونم. امروز اومدم اینجا گفتم که شاید کمکی از دستم بر بیاد. اما کم مونده بود پرتم کنه بیرون. من اصلاً بهش اعتماد ندارم. پیش من یه ذره هم دیگه اعتبار نداره. شما بهش اعتماد کردین اما اون سو استفاده کرد. به نظرم زودتر بندازینش بیرون. هرچی خیانت کرده دیگه کافیه. خیلی ممنون فرخنده. پیگیری میکنم. به گلشن هم میگم که بهتون کمک کنه. بدون اینکه هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم. داداش این... تو هنوز نرفتی؟ گفتم حالا که اومدم احوال یمان خانم بپرسم. خب دیگه میبینم اتون. خود نگهدار. به سلامت فرخنده. به سلامت. چی کارم داشتی بوز؟ از شرکت اوزلر دوباره برامون نامه فرستاده. میخوان دوباره با همون کار کنن. تازه با نامه 10 تا هم عکس فرستادم. نگاه کنین، هم خوبه هم زیاده. من بررسیشون کردم، با هم یه نگاهی بندازیم. باش. فکرت بیا اینجا. خونه یه نگر خانم بودی؟ فکرت این روزا داره یه اتفاقات ناراحت کننده میفته. صداهامون بیش از حد بالا رفت. میخوای نسخه‌ای کنم؟ معذرت میخوام بابا. فکرت اینجوری که نمیشه. من دلم نمیخواد اصلا تو رو برنجونم دخترم. ما قبلا با هم درد دل میکردیم. تو همیشه طرف من بودی. چی شده فکرت؟ دخترم دلت میخواد صحبت کنی؟ نه. باشه. همین که گفتم تا با جم آشتی نکردی نیا. به خدا عصبانی میشه. باشه دیگه. منو ببین، هرچی ناز کردی بسه، تموم شد. اینقدر کشش نده پسره رو، فراری نده. نجلا گوش میدی چی میگم؟ شما از من عکس داری؟ اصلا گوش نمیده ها.
دخترم دارم میگم اگه با جم آشتی نکنی عصبانی میشم. میدم. خیلی خوب. مامان میگم از اینا داری بهم بدی، یکی دیگه میخوام. واسه چی لازمه؟ واسه کارهای دانشگاه میخوان، انگار میخوان کارتامونو عوض کنن. چه میدونم داری یا نداری؟ نه. باشه پس باید برم یکی بندازم. بهم پول میدی؟ واسه کارهای دانشگاه هم لازمه. چقدر میخوای؟ 150 تا. چی؟ زده به سرت انگار. انقدر ندارم. من میگم نه رو خدا بده. ببین باید به دانشگاه هم پول بدم. عکس میخوان از دختر بس دیگه. خب مامان جون من چیکار کنم؟ مجبورم واسه خوشگذرونی که نمیخوام. تو رو خدا بده دیگه. آی برو از بابات بگیر دختر، من ندارم. اخ مامان، یعنی واسه پول ندادن چه کارا که نمیکنی؟ آی دخترم مگه من اینجا پول چاپ میکنم؟ دیوونه سابا رو از بابات بگیر. از اون پول گرفتن سخته، زورتون به من میرسه. ور 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 مغزمو میخورین، دیوونم کردین. اوف. بسه. اوف 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 به من. آره جون. جانم دخترم، من یه کمی پول میخواستم برای دانشگاه همه، باید عکس بندازم. چقدر میخوای؟ 150 لیره. وقتی از دانشگاه میخوان باید بدیم دیگه. بگیر دخترم. خیلی ممنون نجلا. جانم بابایی، رابطت با جم چطوره؟ با هم آشتی کردین؟ مامانت گفتی شب تلفنی حرف زدین، آشتی کردین؟ ازدواج یه تصمیم خیلی مهمه، اگه از الان اختلاف داشته باشین از هم دل سرد میشین. با یه دلخوری که قهر نمی کنم دخترم، لطفاً ما رو سرفکنده نکن. من تو رو باور دارم. داداش من سری کارو شروع میکنم. باشه. وقتی نتیجه داد برات یه گزارش میارم. خوبه. تو از چیزی ناراحتی؟ نه. واسه چی میپرسی؟ نمیدونم. شاید من اینطوری فکر کردم. خب دیگه میبینمت. برام خانم گلشن رو تو بانک بگیرید. بله چشم، همین الان وصل میگم. واسم یه چایی چشم قربان. آقای اوز. لیلا کاش که قبل از اینکه بیای یه خبر میدادی. مگه تو کمدو رو خالی کردی به من خبر دادی؟ لیلا الان اصلا وقتش نیست، خیلی کار دارم. الان وقت اینجور حرفو نیست. حرف میزنی همین حالا. آروم باش. بفرما. تو چی میخوری؟ هیچی نمیخوام. الو. بله داداش اکتای. آره بگو داداش، مراهمی. وصلش کن. الو چطوری گلشن؟ خوبم یمان خان، شمالتون چطوره؟ به ما سر نمیزنی؟ حتما به زودی میام، اما الان ازت یه خواهشی دارم. خواهش میکنم بفرمی. میخوام برام همه ی حسابای اوزو در بیاری. حسابای مشترک؟ مشترک، شخصی. میخوام همه ی حساباشو در بیاری.
یامان خان، این غیر ممکنه. نمیتونم گلشن، این برای من خیلی مهمه. اما نمیشه، خلاف قانونه. لطفا منو تو درد سر نندازید. من کیتو رو تو درد سر انداختم گلشن، هر کاری کردی پولش هم گرفتی، بعد از اینم همینطوریه. درسته، فرخونده یه حرفایی بهم زده. فرخونده؟ آره، درباره یه اوز باید زودتر بفهمم که کی داره بهم خیانت میکنه. همونطور که گفتم خیلی برام مهمه. باشه داداش، باشه، فوراً انجامش میدم، نگران نباش، فردا ردیفش میکنم. باشه داداش، قول میدم. خداحافظ، عزت زیاد. خب، میبخشی. چه خبره اوز؟ گفتی یه چند روز میخوام تنها باشم، صدام در نیومد. اما وسایلتو جمع کردی، کموداتو خالی کردی، کجا میخوای بری؟ میخوای چی کار کنی؟ وضعیت بده لیلا، وضعیت خیلی بده. اوضاع یامان خان اصلا خوب نیست. خب این ضرر پاگیر ما هم میشه دیگه. من برای اینکه تو اذیت نشی ازت دور شدم. چی داری میگی بابا؟ باز داری چی کار میکنی؟ مگه با بچه طرفی؟ کیو میخوای گول بزنی؟ همه جواهراتمو برداشتی واسه خودت. اون جواهرها رو من برات خریدم. آره، اما الان مال منه، میفهمی؟ مال من. باید خیلی زود برگردن سر جاشون. پسشون میدی. دیگم گول حرفاتو، این که میخوای من اذیت نشم هم نمیخورم. خوب میدونم میخوای منو بپیچونی، اما کور خوندی. من بازیچت نمیشم. همش کنارت بودم، بازی کردن تو نگاه کردم، اما دیگه بسته. خودم هم تو این بازی هستم. اصلا منو دست کم نگیر، اصلا. سلام. چند دفعه زنگ زدم، گوشیت خاموش بود. میدونم، باید یکم خاموش میموند. همینطوری؟ تو درد سر افتادم فرخونده. یه دقیقه صبر کن، برم یه سلام بکنم، الان میام. عزیزم، خوش اومدی فرخونده. خیر باشه؟ اومدم واسه کارای بیمه مامانم. یکم هم کار داشتم اومدم بیرون، بعد گفتم یه سری به شوهرم بزنم، شاید منو نهار مهمون کرد. باشه، یه چند دقیقه دیگه میریم نهار خوری. منو میبری پیش کارمندا؟ واقعا که کار دارم فرخونده، نمیتونم بیام بیرون. پولم ندارم، میدونی که. وای باشه، من میرم پیش گلشن، تو هم به کارات برس. تو رو خدا ناراحت نشو. شوخی کردم عزیزم، کارتو تموم کن بریم نهار. باش. خیلی خوب بگو. یامان خان زنگ زد، ازم خواست تا حسابی اوزو در بیارم. خب در آوردی؟ مزخرف نگو فرخوندی، شما میخوایی منو اخراج کنن؟ نمیتونم. مثل خنگا حرف نزن گلشن، کاشکی به خاطر یامان خان بیرونت کنن. به خدا خیلی خوب میشه، بنده خدا کلی بهت میرسه. چرت نگو، میفهمی چی میگی؟ سر عقل بیا دختر، هر دو تامون میدونیم که اوز چه غلطایی کرده. داره از شرکت یامان خان مثل آب خوردن پول به جیب میزنه. یعنی صاحب اصلی شرکت حق نداره بدونه تو شرکتش چه خبره؟ یعنی واقعا اوز همچین کاری کرده؟ بله، من کاملا مطمئنم. خدا میدونه دیگه چیا هست. چطوری میخوایم ثابت کنیم؟ آخه حسابای شخصی اوز به اون شرکت ربطی نداره. پیدا میکنیم، بالاخره یه ربطی پیدا میشه، حتما یه اسمی، حواله، چیزی. گلشن، باید چشمای یمانخا رو حقیقت باز کنیم. نه ترس، به تو آسیبی نمیرسه. خیلی خوب، به نظرم زودتر بیافت دنبال این کار. میای بری؟ باشه عزیزم، باشه بریم گلشن. کار دارم، باید یکم به اون کارام برسم. باش. آفرین به تو. برو ببینم تا کجا میتونی فرار کنی فرخونده خانم. عزیز. چه خبر؟ کار میکنم شرکتم. منم رفتم عکس انداختم، برای پاسپورتم هم رفتم، گفتم فردا پس فردا آماده است. خوبه. چی شده؟ صدات چرا خوب نیست؟ باید مراقب باشیم نجلا، امروز لیلا اینجا بود.
وای چی گفت؟ برای چی اومده بود؟ با هم کل کل کرد. تا حالا اینجوری ندیده بودمش. گفت ازم طلاق نمیگیره. خب تو بهش چی گفتی؟ خب چیزی نگفتم، اما فعلا مجبوریم یکم صبر کنیم. چی داری میگی بابا؟ باید زودتر بریم، دیگه نمیتونم تو اون خونه بمونم. نمیدونی چه چیزایی دارم تحمل میکنم. میدونم عزیزم، میدونم. نمیخوام عجله ای بشه، باید یکم روشمون رو عوض کنم. آخه چه روشی؟ مگه داریم بازی میکنیم؟ چی میگی؟ نجلا آروم باش. به من گوش کن. اگه لیلا اوضاع رو به هم بزنه نابود بشی. انگار تو مخ تاب برداشته. بالاخره ماه که پشت ابر نمیمونه، هر چی میخواد بشه بشه. من قید همه چی رو زدم، چند روز دیگه هم همه چی رو میفهمن. چه 5 روز دوتر چه 5 روز دیرتر، برای من فرقی نداره. میفهمی چی میگم؟ باشه عزیزم باشه. با این باشه باشه ها میخوای من از سرت باز کنی؟ آره عشقم، تو رو خدا اینجوری نباش. به هم اعتماد کن، همه چی اونجوری میشه که میخوای. اما شاید یکم به زمان احتیاج داشته باشی. اگه عجله کنی ممکنه اشتباه کنیم. باشه؟ مگه میتونم بگم نه؟ خیلی دوستت دارم. اگه بخوای منو بازی بدی هیچ وقت نمیبخشمت. داداش اوز فعلا نمیخوام بری دنبال کارای آلمان. چرا داداش؟ واسه چی؟ دیدم خب اگه اینجا باشی بیشتر بهت نیاز دارم تا اینکه بری اونجا. اما بچه ها میتونن کمک کنن. من اینجوری صلاح دیدم، آلمان رفتنت هم کنسل شد. خب ولی قرارمون این نبود. من به شرط اینکه کارای آلمان انجام بدم دوباره اومدم تو این شرکت. چی عوض شده داداش؟ چیزی عوض نشده، فعلا فقط تاریخشو عقب انداختیم. اگه اعتراضی داری بگو. اوز به زور که نمیتونم نگه دارم. البته که با زور نیست، منم تو این شرکت سهم زیادی دارم. اما اگه اینجوری بهتره یکم دیگه صبر میکنم داداش. آلمان که فرار نمیکنه. بسیار خوب. بله بفرمایید. به یامان چی گفتی؟ یعنی چی چی گفتم؟ چی گفتی؟ درباره جیدا حرف زدی؟ بگو. داد نزن بابا، آرومتر. من درباره جیدا میدا حرفی نزدم. باور کن، چون تو رد و نشونی از اون مسئله نذاشتی منم دیگه حرفی نزدم. داری با آتیش بازی میکنی فرخونده. اگه کاری کرده باشی بدجوری حالتو میگیرم. تو فکر کردی کی هستی؟ میگیرم، میزنم، میکشم. دیگه به پر و پای من نپیچ. من دیگه کاری با تو ندارم. دیگه نبینم که مزاحمم شی. علی رضا جون، میگم یکم خرید دارم. کار دارم. خیریه، برو به فکرت بگو. از اون که هیچ خیری به من نمیرسه، ول کن تو رو خدا. دم عصر میرم. باشه، پس مام نصف شب شام میخوریم. هیچکی استکان تو این خونه جا به جا نمی کنه. هیچکی. فرخنده خانم که تو خیابونا می گرده، فکرت خانمم که همش فیلم افسردگی واسه همون میاد، علیرضا خانم که سرشو با کارش گرم می کنه. ای خدا خیریه یه بیچاره، ای از این ور اون ور تا شب جون بکن. خوبه
چرا هنوز اینجایی پسرم؟ نکنه مریضی؟ نه. من خوبم. باشه. جانم سوزان. کمال بگو عزیزم. اونا حلقه هاشونو در آوردن. چی؟ با نجلا به هم زدن. حلقه ها رو دیدم، روی میز جم بود. خب سب کن میفهمیم چی شده. نمیتونم با جم صحبت کنم، اصلا دلش نمیخواد حرف بزنه. باشه عزیزم باشه، بذار یه فکری میکنم. چه خریدی داری بگو؟ نمیخوام، خرید خودم و خودم انجام میدم. ای بابا طولش نده دیگه. ببین کامپیوترم خاموش کردم. نمیخوام، خودم میرم، اینجوری بهتره. خب پس چرا دو ساعت قور میزنی ها؟ همش میخوای اعصاب منو خورد کنی؟ واقعا اینو میخوای؟ سر به سر من نذار، دیگه جونم به لبم رسیده. رفتم، خدافظ. استغفرالله. الو علی رضا خان. سلام قربان، کمال هستم. آه سلام کمال خان، حالتون چطوره؟ خوبم ممنون، خدا رو شکر. نزدیک خونتونم، میخواستم اگه بشه یه قهوه با هم بخوریم. خواهش میکنم، خوشحال میشم. بفرمایید. باشه تا چند دقیقه دیگه میرسم. به امید دیدار. نگر خانم. سلام علیکم. سلام، حالتون چطوره؟ کم پیده این بابا، دیگه نمیبینی بتون. همینجا، چطور مگه؟ خب هیچی، همینطوری. نگران بودیم چیزه، یعنی این رومیزیای قهوه خونمون خراب شده، میخواستم اگه براتون زحمتی نباشه برامون بدوزینش، اگه البته زحمتی نیست. خب باشه حتما، پارچه هاتون رو بیارین میدوزم. یعنی سرتون شلوغ نیست؟ آخه خیلی مشتری دارین. دیروز یه آقای باهاتون بود، یکم از شما جوانتر، یعنی از شما کوچکتر بود، یه جورایی فامیل بود؟ بله فامیلمه. چقدر خوب، شما خانوادتون بزرگ، فامیل زیاد دارین و ماشالله. نه فامیل زیادی نداریم. آها سلام خانم، حالتون چطوره؟ چی شده؟ چی شده؟ خیلی خانم از کنارتون رد شد. واقعا اون بود؟ شما که دیدین، ببینم نکنه قهر کردی. این چه حرفی آخه، چه قهری؟ حتما یه چیزی هست. بهم بگین، به خدا به هیچکی نمیگم، تو رو خدا بهم بگی دیگه. ای بابا احمد آقا، خواهش میکنم لطفا این بحث ادامه نده. ای بابا به خدا منم ناراحت شدم، راستش من خودم حس کرده بودم که یه چیزی شده، گفتم حتما عروس نگر خانم نمیخواد بیاد، یعنی میخواستم حالا احوال اینا کنم. خب نمیدونستم چی شده، به خدا من خبر نداشتم، یعنی اینکه دیگه خودتون ببخشید دیگه، اگه ناراحتتون کردم ببخشید. احمد آقا آخه من بهتون چی بگم؟ وا بسته دیگه بابا، خیلی موضوع کشش دادین. باشه باشه باشه، تموم شد. اگه میونی ما به هم بخوره قصه میخورم. آنه اگر خانم خوش اومدین. خیلی ممنون. بفرمایید. تو حیات بشینی. حتما از این طرف.
خیر یه خانم رفته خرید. ببینم از قهوه من خوشتون میاد یا نه. ساده میل دارین؟ علی رضا خان لطفاً بشینین. قهوه نمیخوام. اومدم با شما صحبت کنم. مربوط به بچه هاست. اونا حلقه ها رو پس دادن. بله در جریان هستم. چی شده؟ از جم خطایی سر زده؟ علی رضا خان اشتباهی کرده؟ لطفاً به هم بگین. نه باور کنین نمیدونم چی شده. حتی این اتفاقم خیلی جدی نگرفتم. برای همینم نخواستم دخالت کنم. با هم صحبت کردن حتما مشکلشون حل شده. ولی مسئله به نظر حل شده نمیاد. جم خودشو توی اتاق حبس کرده. پسرم خیلی ناراحته. لب به غذا هم نمیزنه. سوزان زنگ زد گفت حلقه هارم گذاشته روی میز. متوجه شدم. جم اولین باره که عاشق شده. ما هم برای همین بهش کمک کردیم. اما فکر میکنم اشتباه کردیم. شما چی میگین علی رضا خان؟ نمیدونم. ما هم باورمون شده بود که قصد ازدواج دارن. اگه الانم نمیخوان میتونن تصمیمشون رو به ما بگن. من میگم بذارین با بچه ها صحبت کنیم، شاید مشکل حل بشه. شما اگه میخواین با جم صحبت کنین، اما من اصلا دلم نمیخواد توی این کار دخالت کنم. یعنی نمیخوام اشتباه کنم. اگه جدا بشن خیلی ناراحت میشی. بله قسمت. بدینش به من مامان جون. شما امروز خیلی خسته شدی. خیلی زحمت کشیدی فرخنده. دست شما درد نکنه. دیگه من نان ندارم وایستم. با غذا چی میخورین بابا جون؟ آب. یه پک میزدیم بابا جون. حوصله ندارم. مامان چیزی شده؟ خیلی تو فکره. واقعا چی شده؟ بابا چه میدونم؟ حتما واسه من قیافه گرفته. آی به خدا اصلا حوصله ندارم. پسرم این کانالم عوض کن، اخبارو ببینی پاشو عزیزم. نجدا یه دقیقه بیا. جانم بابا جون. بیا بشین اینجا. امروز کمال خان اومده بود اینجا. شما که آشتی نکردین. تو داری ما رو فریب میدی یا خودتو؟ بابا جون من نمیدونم چه مشکلی بینتونه. قصد دخالتم ندارم. اگه دلت بخواهد خودت میگی. تو باید راضی باشی. دخترم تو قرار ازدواج کنی. تو برنامه‌مون نیست، اما باید خیلی مراقب بقیه باشی. به هم اعتماد کن. چه برنامه‌ای؟ اینا دارن چیکار میکنن؟
خوب فکر کن دخترم، اگه نمیخوای ادامه بدی کسی رو ناراحت نکن. خوب من گفتنی ها رو گفتم، دیگه تو باید تصمیم بگیری. بابا من آهاز. بفرما پسرم، خوش اومدی. خیلی ممنون. لیلا، لیلا جون، چرا به شوهرت خوش آمد نمیگی؟ خوش اومدی. بعدن حرف میزنیم. باشه. داری میری درم ببند. سلام. خوش اومدی. تا آخر هفته منتظرت نبودیم، سورپرایزمون کردی. کارم زود تموم شد اومدم. کار خوبی کردی اومدی پسرم. ما هم دیگه میخواستیم کم کم غذا بخوریم. لیلا بودو برای شوهرت بشقاب بیار. خب دیگه پسرم تو هم بشی. راستش ما واسه غذا نمیمونیم، خیلی خستم، میخوام زودتر برم خونه. هر جور راحتی پسرم. زود باش دخترم، حاضر شو. زود باش ببین شوهرت خسته است. زود باش لیلا جون، بریم. برم کتابامو بیارم. چه ذوقی کرده، معلومه دلش تنگ بوده. ببخشید بابا، بدون در زدن اومدم. عوض اومده، داریم میریم خونه. چه اینطور، باشه. خب دیگه بابا جون، خدافظ. به سلامت. بذاریم براتون غذا بکشم، الان تو خونه هیچی نداریم. نیازی نیست، از بیرون یه چیزی میگیریم. شایدم بریم رستوران. چرا که نه؟ آره مامان جون، زحمت نکشه، کاریش میکنیم. باشه. حاضری دیگه؟ خب دیگه، نخود نخود، هر که رود خانه خود. خب دیگه، شب همگی بخیر. به سلامت، خوش اومدی. شبت خوش نجلا. به سلامت. شما زحمت نکشید. مگه میشه پسرم؟ بفرمین عزیزم. خب دیگه، لیلا هم به عشقش رسید، ما هم بریم سراغ غذا. بیا، شما ها گرسنه‌تون نیست؟ به خدا من که دلزفه گرفتم. بیا بابا جون، غذا حاضره. به سلامت پسرم، خدا به همراهتون. خدافظ مامان جون. دخترم حواستو جمع کن، یه وقت کش خلقی نکنی. باشه، ببین دیگه نبینم. آم باشه، نگران نباش، میدونم. خیلی خوب دیگه، زود برو. چشمت روشن. غذایی که دوست داشت و درست کردم نخورد. دختر پشت سرشم نگاه نکرد. شما تو فکر غذاشین؟ واقعا؟ دیدین رو حرف اوز حرف بیاره؟ ماشالله، خدا حفظش کنه، چقدر با هم خوبن. میشه من برم بابا؟ میدم درد میکنه، میل ندارم، لطفا بشین سر جات ببینم. باشه برو. نوشه جونتون باشه. این چه کاریه؟ یکم دیگه گرسنه‌ش بذار هر جور دوست داره باشه.